ما در ویدیوی قبلی ایمیج سنتویس اس 73 مینیمال رو از سایت سنتو دانلود کردیم و حالا تو این ویدیو میخوایم لینوکس رو نصب بکنیم ما تو این دوره به چند ابزار نیاز داریم که بتونیم کارامون رو انجام بدیم یک یه نرم افزار ویرچوالیزیشنه حالا بسته به اینکه خودتون با چه نرم افزاری راحت ترین من وی ام وی 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 رو انتخاب کردم استفاده میکنیم برای اینکه لینوکسمون رو توی این محیط مجازی سازی نصب کنیم به دو تا ابزار دیگه هم نیاز داریم یکی ابزار پاتی هست که ما از طریق اون از طریق پروتکل SSH به خط فرمان سرور لینوکسمون وصل میشیم که میتونید از طریق این لینک نسخه 64 بیتی پاتی رو دانلود بکنید و نصب بکنید در نهایت ابزاری هست به این صورت که شما از طریق آدرس IP و پورت و خود پروتکل SSH میتونید به سرورتون متصل بشین و یه نرم افزار دیگه به اسم وین پی که ما از طریق اون میتونیم فایل رو از ویندوز به لینوکس آپلود و یا دانلود بکنیم که اون رو هم میتونید از این لینک دریافت بکنید که از اینجا میتونید با زدن لینک اینستالیشن پکیج این رو دانلود و نصب کنید که یه برنامه به این صورت هست که پورت رو مشخص میکنید آدرس آی پی رو میدین از طریق همون پورت SSH اس اچ همراه یوزر و پسورد واسه میشین به سرورتون که بتونیم بهش فایل انتقال بدیم یا ازش فایل برداریم خب من نرم افزار وی رو باز میکنم اینجا من ورژن VMware ام ور ده رو دارم از قسمت Create نو Virtual مشین من سعی میکنم ماشینم رو بسازم از پنجره که باز میشه من گزینه کاستم رو انتخاب میکنم روی هاردور کامپتیبلیتی میزنم رو همین آخرین ورژنه باشه اینستال uh, فرام رو میذارم روی I will install the operating system later توی guest operating سیستم Linux رو انتخاب میکنم و از قسمت ورژن سنت وست 64 بیتی رو انتخاب میکنم سنت وست 64 بیت نیکست برای ماشینم یه اسمی انتخاب میکنم اینجا باید تعداد پروسسور ها و تعداد کور پر پروسسور رو انتخاب بکنم من مثلا میخوام چهار تا کور با... به این ماشین بدم یا مثلا میگم که از دو تا پروسسور فیزیکال من دو تا ترد بردار دو در دو زب در دو مجموعا چهار پروسسور کور به این ماشین تخصیص بدم اینجا جاییه که میزان فضای رممون رو مشخص میکنیم که میخوایم به این ماشین تخصیص بدیم سنتو اس هفت رو شما با حداقل 512 مگابایت میتونید بالا بیارید من همین روی 1024 مگ میزانم باشه برای بخش نتورک بهترین گزینه همون مود نت هست حالا من یه توضیح در مورد این چهار تا مود بهتون میدم موقعی که شما نتفورک تایپتون رو توی وضعیت نت میذارین اتفاقی که میفته به این صورت میشه که اگر این کامپیوتر شما باشه و درون اون شما بخواید چند تا وی ام بالا بیارین مثلا یه دونه وی ام اسمش هم وی و اسم این رو هم میذارم مای کامپیوتر شما اینجا درون کامپیوتر خودتون یه شبکه داخلی ایجاد میکنید با یک رنجی که از طریق نتورک ادیتور وی ام قابل تنظیم هست و این وی رو وصل میکنید به این شبکه داخلی که درون وی خودتون تعریف کردید از یه رنج آی پی و خود این کامپیوتر شما هم ممکنه توی یه شبکه لنی وجود داشته باشه که به اون متصل هست مثلا شبکه لنه که کامپیوتر شما بهش متصله از رنج 192.168.1.0/24 هست و کامپیوتر شما توی این رنج آی پی رو داره و ممکنه یه سری کامپیوتر دیگه هم درون این شبکه وجود داشته باشن مثلا به اسم PC2 که اونها هم به همین شبکه متصل هستن مثلا با ایپی دات پنج حالا شما ممکنه درون شبکه خودتون هم یه اینترنت راوتر داشته باشین مثل مثلا یه مودم ADSL که از طریق اون شما شبکه فرزن لنتون رو به اینترنت متصل میکنید مثلا اینترنت راوتر شما آی پی دات یک رو داره یعنی سه نوه دو سه یک یک حالا وقتی شما میاید مود نتفورک تایپ ویژوال ماشینتون رو میذارید روی مود نت یه شبکه داخلی برای شما درست میشه که یا بهتره بگم که این ماشین جوین به یک شبکه داخلی از قبل ساخته شده ای میشه که مثلا فرض بکنید از رنج بذارید نگاه بکنم داخل کامپیوتر خودم که با چه رنجی اینو ساخته وی ام به صورت پیش فرض شبکه نت شما رو به اسم وی ام نت هشت میاره بالا شما میتونید یه استاتوس بگیرید و ببینید که از چه رنجی هست دو CO2 /24 خب. الان این شبکه‌ای که داخل کامپیوتر من هست به این آدرس CO2 سفر 24 که خود کامپیوتر من آیپیم توی این شبکه یک هست این اگر اینترفیس داخل کامپیوتر من باشه آی پی من دات که و مثلا وی من به صورت خودکار است یک کامپوننتی به اسم DHCP آیپی مثلا دات صد رو میگیره وی امی که الان داریم میسازیمش و وی ام ور یکی از که میکنه اینه که میاد توی این شبکه نت یه روتر مجازی میسازه که از طریق اون آدرس آی پی که پیش فرض دات دو هست وی ام شما میتونه با دنیای بیرون از کامپیوتر شما ارتباط به صورت یک طرفه ای رو برقرار بکنه این تنظیمات قابل تغییر هست از طریق نتورک ادیتور ویرچوال نتورک ادیتور خود وی که میبینید که به طور پیشورز وی ایم دو تایپ نت هست و رنج آئی پی هم که واسه این شبکه در نظر گرفته شده سن 92-368-32-0 با سابلنت ماسک 255-255-255-0 یا همون اسلش 24 هست حالا اگر قسمت نت ستینگز رو ببینید این همون گیتوی آئی پی هست که سن 92-368-32-2 که من اینجا گفتم که به عنوان یک ویژوال روتر اینجا اینو تعریف میکنه برای اینکه ارتباط وی ام رو به بیرون از شبکه کامپیوتر شما بتونه برقرار بکنه و طبق خاصیت نت وقتی بسته شما از این کامپیوتر وی ام، یعنی از آی پی میخواد به بیرون از کامپیوتر شما بده نت اینجا نتورک ادریس ترنسلیشن انجام میده و این آی پی 192.168.32.100 رو ترجمه میکنه به آی پی 192.168.1.50ی که روی اینترفیس خروجی کامپیوتر شما هست و بعضی ارتباط برقرار میکنه با پی سی 2 یعنی 192.168.1.51 یعنی پی سی 2 وقتی بسته ای رو از کامپیوتر وی ام داخل ورک استیشن شما دریافت بکنه اون بسته رو با آدرس مبدع سعی 9268150 میبینه و این ارتباط چون پشت نت هست ارتباط به صورت یک طرفه است و پی سی دو نمیتونه به طور مستقیم با VM شما ارتباط برقرار بکنه مگر اینکه شما پورتی رو از IP آی اینترفیس خروجیتون رو مپ بکنید از طریق پورت فورواردینگ به VM داخلتون و این قضیه به این معنی هست که چون وی ام شما از درون کامپیوترتون روی اینترفیس خروجی که کامپیوتر شما داره داره نت میشه هر آدرسی رو هر آدرس شبکه ای رو که کامپیوتر شما بتونه ببینه وی ام درون شبکه نت شما هم میتونه ببینه یعنی اگر کامپیوتر شما به اینترنت دسترسی داره وی ام شما هم دسترسی خواهد داشت اگر شما روی کامپیوترتون برای اینکه وصل بشین به آفیستون وی پی زده باشین به شرکتتون اون موقع وی ام شما هم به واسطه اینکه روی اینترفیس خروجی داره نت میشه اون هم میتونه شبکه داخل سازمانی شما رو از طریق اون وی پی ببینه یا با کامپوننت یا با نوت هایی که درون شبکه لنتون هست ارتباط برقرار بکنه این خاصیتی هستش که مد نتورک تایپ نت برای وی ام شما ایجاد میکنه مد بریج نتورک اتفاقی که میفته به این صورت میشه که <تصفيق> <تصفيق> انگار کامپیوتره اون ویرچوال ماشینی که درون سیستم شما هست با یک کابلی وصل شده به شبکه لن شما یعنی اگر این کامپیوتر شما باشه و این هم یک وی امی درون کامپیوتر شما مثلا من اسمش رو میذارم وی ام دوباره این رو هم میذارم مای کامپیوتر این هم شبکه لن من هست. حالا ممکن من با کابل این شبکه لن وصل شده باشم یا از طریق کارت شبکه وایرلس لپتاپم به این شبکه وصل شده باشم هیچ فرقی نمیکنه که همون رنج 192.168.1.0/24 که کامپیوتر شما از طریق کارت شبکش حالا یا به صورت کابل یا به صورت وایرلس به این شبکه وصله و وقتی شما وی امتون رو توی نتورک تایپ میذارید روی وضعیت یوز بریج نتورکینگ مثل این میمونه که شما اومده باشین یه کابلی رو از این وی ام برداشته باشین و زده باشین به این شبکه یه لن خونگیتون یعنی مثلا اگر آه... کامپیوتر شما آی پیش باشه بشه دات 50 یعنی 192 168 150 این وی ام شما هم میتونه مثلا آی پیش بشه دات فرضاً 100 مثلا و یک پی سی دیگری اگر تو این لن وجود داره اسم مثلا پی سی 2 با آی پی 51 میتونه مستقیما از طریق آی پی سن دو ویم شما رو ببینه و ویم شما هم بدون اینکه آدرسش ترجمه بشه ارتباط برقرار بکنه با کامپیوتر پی سی دو اگر توی یک محل کاری یا حالا محیطتون که برای تست دارید استفاده میکنید از ویم ویر ورک نیاز دارید که کامپیوترهای درون شبکتون هم بتونن اون وی ام رو ببینن شما میتونید نتورک تایپ رو روی بریج مود بذارید که انگار اتفاقی که میفته به این صورته که VM با یه کابلی به شبکه این لند وصله و میتونه ارتباط مستقیم بگیره با نوت هایی که درون این شبکه هستن و همینطور نوت هایی هم که درون این شبکه هستن بتونن مستقیما ارتباط برقرار بکنن با IP که این VM توی کامپیوتر من داره مود وضعیت used host only networking هم یه مود ایزوله شده یه که فقط و فقط وی ام های مختلفی که درون کامپیوتر شما قرار دارن فقط میتونن همدیگر رو ببینن و اونها نمیتونن ارتباط با شبکه بیرون از کامپیوتر شما ارتباط برقرار بکنن و نه اینکه میتونن توسط یک کامپیوتری که بیرون از شبکه وجود دارم مورد دسترس قرار بگیرم فرضا این اگر کامپیوتر شما باشه مای کامپیوتر من اینجا میتونم چند تا وی داشته باشم که اون وقت این وی ها فقط میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن وی یک Vm 2 الاخر که یک شبکه ایزوله شده ای وجود داره که فقط این دو VM رو به هم دیگه متصل میکنه البته شما میتونین چندین شبکه ایزوله شده داشته باشین که مثلا اگر چهار تا وی ام تعریف کردین دو تا وی همدیگر رو ببینن دو تا وی ام دیگه هم فقط شبکه همدیگر ببینن و این دو تا این با اون دو وی ام دیگه نتونن ارتباطی برقرار بکن و ارتباط کامپیوتر شما هم که سر جاش هست البته سناریویی هم میتونه وجود داشته باشه که یک وی وجود داشته باشه یه لینوکسی باشه که دو تا کارت شبکه داشته باشه یکی تو شبکه host اونلی و یکی تو شبکه یه فرزن نت یا بریج بعد اون با توجه به اینکه پالیسی هایی که شما تعریف میکنین بتونه ارتباط یک سری از این وی ها رو با دنیای بیرون برقرار بکنه طبق پالیسی هایی که دقیقا شما تعریف میکنید این هم مودی هستش که مود هاست اونلی هست و اگر نیاز داشته باشید میتونید ازش استفاده بکنید مود دو use a network کانکشن هم که خب خیلی مشخصه کلا اون وی ام یا کاملا آیزولیتد که نه با وی ام های درون وی ام شما میتونه ارتباط برقرار کنه و نه میتونه با نوت های بیرون شبکه کامپیوتر شما بغرق ارتباط برقرار کنه و نه کامپیوتر هایی که بیرون از شبکه کامپیوتر شما هستن میتونن باش ارتباط برقرار بکنن ما توی این کلاس برای اینکه نیاز داریم که وی ام هامون دسترسی به اینترنت داشته باشن که بتونیم پکیج براشون تعبیه بکنیم و پکیج روشون نصب بکنیم یا آپدیت بکنیم یا کارهای دیگه این رو تو مود نت میذاریم ما توی فصل‌های آینده مفصل در مورد نتورکینگ تو لینوکس صحبت خواهیم کرد که اونجا با جزئیات بیشتری در مورد این مباحث صحبت میکنیم مود اسکایز کنترلر که کنترلر دیسکی هست که VMware Workstation ستaشن برای ما شبیه سازی میکنه رو روی همون مقدار ریکامندد VMware میذاریم که همون LSI لاجیک هست ویژوال دیسک تایپ رو هم به همین صورت اینجا میایم تعریف میکنیم که آیا میخوایم که یه ویرچوال دیسک برش بسازیم یا ویرچوال دیسک از قبل وجود داشته یا اینکه یک دیسک فیزیکالی که روی سیستم داریم رو میخوایم به عنوان یک بلاک دیوایس تحویل لینوکس بدیم. به طور پیش‌فرض ما همون کرییت نو ویرچوال دیسک را انتخاب میزان فضایی که من میخوام به دیسکم تخصیص بدم برای این ماشین شما با حداقل مقدار 4 گیگ میتونید شروع بکنید بسته به نیازتون این عدد رو بیشتر بکنید به نظر من همون 20 گیگ کافی هست برای نگهداری این فایل ها پیشنهاد میکنم رو مقدار استور ویژوال دیسک از سینگل فایل قرار بدید که اگر خواستید مثلا ویژوال ماشینتون رو بین پیسی و لپتاپتون جابجا بکنید کارتون راحت تر بشه خب اسم دیسکم رو هم مای تست لینکس میذارم همینطور که میبینید دیسک در VMware ام با فرمت وی ام ذخیره میشه و در نهایت فینیش رو میزنم و ماشین من ساخته میشه خب حالا قبل از اینکه این ای ماشین رو روشن بکنم من نیاز دارم آیسو ایمیج لینوکسی رو که من از اینترنت دانلود کردم رو به عنوان سی دی درایو به این لینوکس بدم که از روی اون بتونم لینوکس هم رو نصب بکنم میام قسمت سی دی دی وی دی یوز آیسو فایل رو انتخاب میکنم دکمه بروز رو میزنم و مسیر فایل آیسو هم رو بهش میدم خب دکمه اوکی رو میزنم و ماشینم رو, رو روشن خب توی صفحه کنسول من یه چپ کلیک میکنم موسم درون این کنسول لاک میشه اگه بعدا بخواید موستون رو از این کنسول خارج بکنید همینطور که تو پایین صفحه تو قسمت استاتوس بار نوشته میتونید کلید کنترل و آلت رو نگه دارید تا بتونید موستون رو آزاد کنید دو مرتبه برای اینکه به کنسول برگردین و بتونید تایپ بکنید داخلش لازمه که یه بار کلیک بکنید من کلید بالا رو میزنم برای اینکه اینستال سنتوس لینوکس هفت هایلایت بشه روش انتر میزنم تا برم برای پروسه نصب که انتر رو میزنم تا پروسه نصب شروع بشه صفحه اینستالیشن برای من باز میشه و از من میخواد زبون رو هم رو انتخاب بکنم پیش برز روی انگلیش و انگلیش یونایتد استیتس میزنم باشه دکمه کانتینج رو میزنم خب منتظر میشم ستاپ کامل لود بشه خب از گزینه دیت and تایم من روی توی نقشه ایران رو انتخاب میکنم که دیت تایم هم بر اساس ساعت ایران تنظیم بشه دکمه دان رو میزنم توی قسمت software selection چون من آیسو مینیمال رو دانلود کردم فقط گزینه مینیمال اینستال اینجا وجود داره اگر شما ورژن دیویدی رو دانلود میکردین و مانتش میکردید روی سیدی رامتون اون وقت اینجا گزینه بیشتری داشتید فکر میکنم فول اینستال وجود میداشت که اگر فول اینستال رو انتخاب میکردید نسخه گرافیکی هم برای شما نصب میشد و به صورت دیفال لینوکس شما تو وضعیت گرافیکال بالا میومد توی قسمت اینستالیشن دیستینیشن جایی هستش که من باید مشخص بکنم که لینوکس هم روی چه دیسکی نصب بشه و احیانا اگر نیاز به پارتشن بندی داره اون رو پارتشن بندیش بکنم با توجه به اینکه ما تو زمان ساخت ویژوال ماشینمون یک دیسک 20 گیگی رو برای این ماشین در نظر گرفتیم الان ستاپ لینوکس روی باس اسکازی فقط همین یک دیسک رو به صورت دیسک خام میبینه من این دیسک رو انتخاب میکنم رایت right کلیک میکنم روش که سلکت بشه قبلش هم سلکت شده بود میخواستم فقط نشون بدم با دکمه رو رایت right کلیک شما میتونید مشخص بکنید که چه دیسکی رو میخواید انتخاب بکنید برای اینکه لینوکستون Linux, رو روش نصب بکنید توی قسمت پارتشنینگ من گزینه I will configure پارتشنینگ رو انتخاب میکنم که خودم تعیین بکنم که به چه صورت میخوام دیسک پارتیشن بشه دکمه دان رو میزنم صفحه پارتیشنینگ برای من باز میشه من اینجا چندین تمپلیت مختلف دارم برای اینکه ازش استفاده بکنم برای اینکه مشخص بکنیم که پارتیشنمون به چه صورت باشه ما در مورد پارتیشنینگ و دیسک یک فصل کامل مفصل در موردش صحبت میکنیم و اینها رو میشه بعدا تغییر داد من فعلا به طور پیش مدل پارچنینگ رو روی استاندارد پارچن میذارم و بعد از اینکه این گزینه رو انتخاب کردم دکمه کلیک here to create them اتوماتیکلی رو میزنم خب همینطور که میبینید برای من سه تا پارتیشن تعریف کرد دیدونه اسلش که ریشه اصلی لینوکس من هست اسلش بود که توی این شاخه کرنل قرار میگیره و بوت لودر لینوکس و حافظه سوپ که اینجا دو گیگ برای سوپ در نظر گرفته شده سواب یک فضایی از دیسک هست که وقتی که لینوکس شما میزان رمی که بهش تخصیص داده شده به عنوان مثال الان ما برای ساخت این ویژوال ماشین یک گیگ در نظر گرفته بودیم اگر فضای یک گرمش رو پر بکنه قطعا اگر یک بایت دیتای دیگه نیاز وجود داشته باشه که توی مموری چیزی نوشته بشه اگر چیز کمک کننده وجود نداشته باشه اون موقع کرنل شما کرش میکنه و لینوکس شما دیگه میره تو وضعیت هالت که عملا دیگه هیچ کاری رو انجام نمیده Uh, حافظه سواپ فاصله این وجود داره که از فضای دیسک uh, اون میزانی که شما uh, در نظر دارین به عنوان مثال uh, الان دو گیگ به صورت ورز تعریف شده uh, کنار گذاشته میشه که اگر رم شما پر بشه دو گیگ حافظه از دیسک به عنوان حافظه کمکی رم در اختیار سیستامان قرار بگیره که اگر رم شما پر شد بیاد از این فضا استفاده بکنه قطعا اگر شما رمتون رو پر بکنید و برید روی فضای سواب اون موقع به طور خیلی محسوسی سرعت سیستم عامل شما میاد پایین به خاطر اینکه سرعت خوندن و نوشتن توی دیسک خیلی خیلی, خیلی کند کن به نسبت رم هست و فقط این حافظه سواب به خاطر اینه که سرویس شما رو زنده نگه داره تا اینکه شما بهش به این سرور برسید و رم اضافه بکنید و یعنی سرورتون رو خاموش بکنید بهش رم اضافه بکنید و مجددا سرورتون رو آپ بکنید یعنی کلا سوپ برای این کار نیستش که سرورتون رو بخواین روی همچین وضعیتی نگه دارین فقط یه چیزیه که به شما کمک بکنه که سرورتون تو اون فاصله که رم کم آورده کرش نکنه خب بعد از اینکه اینها رو مطمئن شدم تنظیمش درسته من دکمه دان رو میزنم و accept changes میکنم که این تغییرات رو به محض اینکه من begin اینستالیشن رو بزنم شروع بکنه به اعمال کردن حالا قبل از اینکه این کار رو هم بکنم بخش نتورک هوست host نیم رو انتخاب میکنم من همینجا میتونم روی ماشینم اسم بذارم مثلا اسمش رو میذارم مای linux کارت شبکم رو که اینجا به اسم NS33 هست رو آپ میکنم و دکمه کانفیگر رو میزنم و فعلا تا وقتی که هنوز به فصل نتورکینگ توی لینوکس نرسیدیم از من بپذیرین که ما این لینوکس رو وضعیت کارت شبکه رو تو مود DHCP میذاریم که به صورت خودکار از سرور DHCP برای ما پیش رو تهیه بکنه دکمه سیو رو میزنم و همین الان میبینید که این ماشین این IP رو بهش تخصیص داده شد این از dcیp ای سروری که خود vمور وoرک برای ما شبیه سازی میکنه و توی وضعیتی که شما نتورک تایپ رو نت انتخاب میکنید به طور خودکار فعال میشه این آیپی رو به این ماشین تخصیص داده که همینطور که میبینید آدرث آیپی 2 131 هست با سابلت مسک 0 دیفالت روت به همون آدرس دات که توی تنظیمات بهتون نشون دادم و آدرس دی, دی این 2 که عملا فقط یک دی فورواردر هست به آدرس دی که روی کامپیوتر شما ست شده دو مرتبه کلید دان رو میزنم و دکمه بیگین اینستالیشن رو میزنم که لینوکس من شروع به نصب بکنه خب توی پروسه نصب شما باید برای یوزر روت پسورد تعیین بکنید که بتونید بهش لاگین بکنید و احیانا اگر دوست داشته باشید یک یوزر بسازید فعلا برای اینکه ما لینوکسمون رو فقط ستاپ بکنیم من موقتا روی یوزر روت پسورد میذارم Uh, ولی اصلا تو محیط پرودکشن توصیه نمیشه که شما روی سرورتون برای یوزر روتتون uh, پسورد ست بکنید uh, دلیلش به خاطر اینه که یوزر روت یوزر هست در لینوکس که uh, دسترسی کامل رو داره یعنی یه جورایی همون معادل یوزر ادمینستریتور تو ویندوز هست و با توجه به این که اگر شما یوزر روتتون رو فعال بذارید و روش پسورد ست بکنید عمدتا هکر هایی که میخوان بیان سرور شما رو هک بکنن عمدتا با یوزر روت و با پسورد های مختلف میان سعی میکنن که سرور شما رو بهش اتک بکنن حالا اگر شما پسورد یوزر روتتون هم یه چیز قابل حد و یه چیز ساده ای باشه شما کمک کردین که سرورتون راحت تر هک بشه به خاطر همین داستان کلا توصیه میشه که شما یوزر روتتون رو بعد از اینکه سرورتون رو ستاپ کردین پسوردش رو خالی بکنید و اون یوزر رو لاک بکنین و بعد یه یوزر دیگه ای رو برای خودتون داشته باشین با یه اسمی که هرچی بی بهتر و با یه پسورد کامپلکس که موقع لاگین کردن به سرورتون شما با اون یوزری که قابل حدس نیست لاگین بکنید و اگر نیاز به سطح دسترسی بالاتر داشتید اونجا خودتون رو تبدیل به یوزر روت بکنید و بعد دستوراتی که نیاز داره که با سطح دسترسی بالا اجرا بشه رو اجرا بکنید این اگر خاطرتون باشه یه زمانی آقایون امنیت شبکه میگفتن که شما همیشه باید پسوردتون رو کامپلکس در نظر بگیریم و کامپلکس باشه که سرورتون سیفتر باشه منطقه الان نکته ای که هست اینه که میگن uh, forget about complex password and consider complex username یعنی شما عملا دیگه uh, فقط uh, به این فکر نباشین که پسورد یوزر روتتون کامپلکس بشه بلکه یه یوزر رو انتخاب بکنین که خود یوزر هم کامپلکس بشه یعنی هرچی بی به شما باشه بهتر مثلا میتونید چه میدونم اسم یوزرتون رو بذارید فرزن کلاه قرمزی با یه پسورد خیلی کامپلکسی و بعد اون وقت خیالتون راحت باشه که اگر کسی سعی بکنه با یوزر روت به سرور شما اتک بکنه کل اون تایمی رو که صرف این میکنه که با پسوردهای مختلف به یوزر روت شما لاگین بکنه عملا فقط داره وقت خودش رو تلف میکنه دلیل اینکه هم میگن یعنی که اسم یوزرتون رو یه چیز بی و یه چیز پیچیده بذارید به خاطر اینه این این که آدمی که اگر بدونه ادمین یک سروری مثلا حمید امامیان باشه احتمالا بعد از اینکه بفهمه که یوزر روت لاک بوده و هرچی سعی کرده که با یوزر روت لاگین بشه نشده سعی میکنه با یوزرهایی که نزدیک به اسم من هست مثل مثلا حمید یا مثل مثلا H آنلاین امامیان یه چیزای شبیه به این سعی میکنه که بیاد به سرور من لاگین بکنه که اون موقع من اگه هر چقدر یوزر من یوزر غیر قابل حدستری باشه عملا هر چقدر که اون آدمی که داره سعی میکنه که به سرور شما اتک بده انرژی که میذاره صرفا وقت تلف کردن هستش حالا تو این فاصله من پسورد یوزر روت رو ست میکنم موقتا تا لینوکس هم رو ستاب بکنم بعد از اون ما یوزر روت رو لاک میکنیم و با یه یوزر دیگه ای که برای خودمون میسازیم کار لاگین رو انجام میدیم خب از 296 تا پکیجی که باید نصب بشه تا لینوکس من نصب بشه حدود الان 262 تاش نصب شده منتظم که چند تا پکیج باقی مونده هم نصب بشه و کار تموم بشه خب پکیج نصب شده پروسه پست این... اینستالیشن داره انجام میشه تا لینوکس آماده بشه برای اینکه باش بتونیم بوت بکنیم من به خاطر زمان بودن پروسه پست اینستالیشن ویدیو رو متوقف میکنم و وقتی که تمام شد دوباره رزومش میکنم خب پروسه نصب من به پایان رسید حالا دکمه ریبوت رو میزنم که با لینوکس بتونیم بوت بکنیم و بریم وارد سیستم الاصل بشیم صفحه بوت لودر لینوکس ظاهر شده بعد یه ثانیه خودش با همون گزنه اول بوت میشه اگر کلید اسکیپ رو بزنم میتونم تو پس زمینه ببینم که داره چه اتفاق میافته حتی من چون یه دیر زدم که صفحه لاگین لینوکس توی وایت متنی برای من ظاهر شده و من میتونم اینجا یوزرم رو که یوزر روت بود وارد بکنم و بعد پسوردم رو وارد بکنم و بتونم به صفحه شلم وارد بشم خب این محیط شل هست خب من همینجا ویدیو رو متوقف میکنم تا در ویدیوی بعدی ادامه بحث رو داشته باشم